وقتتون بخیر، به این برنامه آغاز روز خوش آمدید. من بیژن آریان هستم و تا 2 ساعت دیگر با بانو فوزیه بهدت میزبان این برنامه آغاز روز خواهیم بود. در این برنامه موضوعاتی را که انتخاب کردیم و مهمانانی را که دعوت کردیم در نیمه نخست برنامه از 8 تا 8:30 دقیقه آقای محمد آهنگران، رئیس نهاد جوانان افغان در عصر نوین، در مورد اخراج اجباری پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی، دقیقاً از 5 کشور اروپایی با ایشان در نیمه نخست بحث می‌کنیم. در نیمه دوم رحمت الله صالحی، عضو بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، را در مورد احتمال آغاز به کار کمیته گزینش در هفته آینده با خود خواهیم داشت. در نیمه سوم آقای توریالای غیاسی، آگاه امور سیاسی، در مورد توافق 20 کشور بحران زده روی میکانیسم اهداف توسعه‌ای بحث خواهند کرد. اما در نیمه اخیر این برنامه پایگاه ها و خبرهای خارجی و رویدادهای جهان را فراموش نکنید. اما در نخست آقای دگر جنرال محمد رجب نشاط، رئیس حفظ و مراقبت سالنکا، روی خط هستند و میخواهیم در مورد وضعیت سالنکا از ایشان بپرسیم. سلام آقای جنرال، و میشه در مورد وضعیت سالنکا بگین که امروز از چه قرار است وضعیت سالنکا؟ آقای نشاط؟ جناب جنرال صاحب رجب، صدای مرا داری؟ آقای دگر جنرال محمد رجب نشاط روی خط هستند و می خواهیم جزئیات را در مورد وضعیت سالنگ ها بازم از ایشان داشته باشیم. آقای رجب سلام، وضعیت سالنگ ها از چه قرار است امروز؟ سلام بر شما، بر شما بینندتون و بر فیلن در سالنگ ها برفاری که دیشب بود و دیروز بود کم شده، در بعض نقاط برفاری است اما غبار بسیار تاریک است و در طوفانی که بود او هم خیلی فروکش کرده. این پسی من به 4 متر رسانه صورت باد رسیدن و دین واسه تریلی تمام انوی واسه قابل ترددش حفظ شده نه رفت آمد کرده میتون مسیر، اما اماتنه مترم که مسیر تردد میکن این تاریکی که ناشی از غبار است و تفریز و اینی یخبندانی که شده تقریبا 30 کیلومتر جاره یخبندان است، ایره در نظر داشته باشن، یعنی که وسایل تجهیزات زمستانی رو با خود داشته و با احتیاط کامل و تفریز و راهنمای مزدتون در نظر بگیرن. قابل یادآوری است که در طول دیشب دو برف کوج هم سرازیر شد، برف کوج ها با اختمان پاکاری شد که فضل خدا کدام تلفات جانی یا فساد مالی باقت نداشت و برفی کم باریده از دیروز به این طرف 80 سانتی برف هست. ممنونتون. آقای نشاط، میشه که اندک بیشتر اطلاعات بتین به ما در مورد سال گذشته ای که حالا گذشته و 6 روز هم از سال جدید، تعداد حوادث ترافیکی که حالا در شارای سالنگ صورت گرفته، آمار این نزدتان دارین که چقدر حوادث صورت گرفته؟ از حوادث که ناشی از برف و برفکوج، یعنی از ریزش برف بوده، اگر او را جدا علایت برخامش داشته باشیم و حوادث که این خود سالستان نگرازی کوی ساخته شده که طبعا پیچ های زیاد داره، گلوی های زیاد داره و این مسجد های کیت خیلی زیاد است بر راننده، به او خاطر هم حوادث است و بیتیاتی راننده را هم در نظر بگیریم. این در دسته کتگوری صدا میتونه که ما امی لحظه نمیتونم کلش بگویم، اما بیشترین حوادث از سر بیتیاتی راننده بوده و در پادیش و اینی عوارضی که در عراضی وجود داره از او بوده و از سر ریزش برق باران توفان. ما به طور قطع گفته میتونم که 3 نفر تلفات بوده، به این معنی که یکی که در قبلا برای شما شاید احمدان محترم در جیران باشن که در منطقه پل خاکی اگر در واسطه سر بیتیاتی خود رانده بوده در اصلش، اما یک کم وجود داشته که بعد از اینکه تصادم نکنم و او با یک واسطه باربری او بعد از اینکه لیوست میاد و از بالای فرمان واسطه پان میشه که واسطه سقوط میکنه داره که 2 نفر زخمی کشته داشت و یک تقریبا 6 روز پیش یک کنر دیگه که او هم میخواست زنگیر بسته بکنه که واسطه بالایش آمد و او از بشت آدت رسه 3 نفر گفته میتونیم، اما از دار دیگه در دو کتگوری دیگه اگر اصلاب بگیریم او را ارقامش دقیق تر همین لحظه گفته نمیتونم، شاید در حدود 10 نفر 12 نفر در حدود باشه که ما بیشتر
بکنم. ممنونتون. اما سوال اخیری، که حالا مشکلاتی که دقیقا شما داشتین که در سال گذشته و در حال حاضر هم 6 روز از سال جدید هم که گذشته، مشکلاتی را که دقیقا شما دارین چه هست که حداقل حکومت به خاطر عبور و مرور شهروندان از سالنگ ها زمینه را بر شما مساعد بسودا بیشتر؟ دنی سرکی که جاده که وجود داره، ما خواست به خاطر عبز مراقبت این سرکی کوی منظورم است، سرکی که نیست، سرکای هموار نیست، سرکای هموار طبعا اگر عبز مراقبت کار داره، اما سرکای کوی کوستانی اگر دیگه داره، ای اگر یک تو ای به وقت زمان عبز مراقبت باشه، یعنی که گذشته از دسته 4 موردی که در عراضی کوی که رخم عبز مراقبت چی که پادر نظر گرفته شد، اگر هر دو سال یک تکنیس یا یک لایت در این سرک از پر چه فکر میکنیم یکی خو ای برای ترازو بسته سولت می سولت پرام میشه و در فعالی ازو یک گپ در گپ های دراز مدت یا در مورد دراز مدت اگر اکتاب بگیریم محصول بکنیم در دو کتگوری محصول باشه، یکی از سرک موجود است، سرک موجودی که باید این نیمی پیتایی که زیاد است ایر از انرژی سیستم محدود است در گولو یا ای کلان شده توسته بیافا و در فعالیش این بسکی را ساخته شده به خاطر مهار کردن برکوج توفان تحصیلات ساخته شده در نظر گرفته شده که قبلا ما پیشنهاد کردیم که ازمان رهبری مقام رهبری وزارت پایداری و دولت در نظر داره که این زیر سروی شده، اما به خاطر که دائمی مکمل که امیته از این مناطق آسیب پذیر که میشه توفان داره در بس داره برکوج داره که او را هم برای کار ابتدایش روی دست است قرار که اشتباه هم امتان مدن به جیران هستن که از اولنگ به منطقه دوشتاخ تقریبا 12 کیلومتر یک تونل است، او روی دیست است که او کار اتدارش روی دیست است، اگر ایست آخوزه برای دائمی این از من گفته میتونم که از همین لحظه گفته میتونم تا 90% تلفات و این خسارات مالی در این مسجد کمتر میشه. ممنونتون آقای رجب، لطف کردین. دگر جنرال محمد رجب نشاد رئیس حفظ مراقبت سالنگ ها بودند که در مورد وضعیت سالنگ ها به ما جزئیات میدادند. اما توجه کنید به یک خبر تازه‌ای که همین اکنون به دسترس ما قرار گرفت. معاون بخش ملکی قلوردی 215 میوند و یک محافظ شب گذشته از سوی مخالفان مسلح کشته شدند. سخنگوی قلوردی 215 میوند میگوید خانقا و پسرش شب گذشته در نزدیکی منزلش در ولسوالی دند قندهار مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت که در نخست یک محافظ وی کشته و خودش و پسرش زخم برداشتند. اما معاون قول بخش ملکی قلوردی قندهار در بیمارستان جان سپورت. به گفته یه سخنگوی قلوردی میوند دو فرد مهاجم که عضو گروه طالبان بودند از سوی سربازان ارتش کشته شدند. و حال توجه کنید به بحث ما با آقای محمد آهنگران رئیس نهاد جوانان افغان در عصر نوین. خیلی خوش آمدین. لطف کردین. خوش باشید. میخوایم به عنوان نخستین سوال بپرسم آقای آهنگران، از 250,000 پناهجویی که حالا به کشورهای اروپایی درخواست دادن، گفته میشه 80,000 از اینا را کشورهای اروپایی دقیقاً 5 کشور قرار است که اخراج کنه، چرا تبعیض در برابر افغانها و یا پناهجویان افغان؟ به نام خداوند آگاهی، آزادی و برابری، با تقدیم سلام خدمت شما و بیننده شما. موضوع مهمی که ما میتونیم در اینجا اشاره بکنیم امو بحث از ماست که بر ماست. مهاجرت یک حق طبیعی بشر است که میتونه در هر جایی که احساس آرامش میکنه در اونجا سکونت داشته باشه، اما ما یا دولت ما فکر میکنه که حتی میتونه در حقوق ابتدایی و اولیه بشر هم دخالت بکنه. و بعد از او سفر که جناب رئیس جمهور داشت به کشورهای اروپایی و تقاضا کرد که جوانان ما که نیروی کار ماست بازگشتانده شوند به کشور، بعد از امو تقاضا و بحرانی که در اروپا جریان داشت بر اثر سیل عظیم مهاجرت هایی که از نه تنها افغانستان، از خاورمیانه به اونجا سرازیر شده بود و بحرانی را گرابانگیر کشورهای اروپایی کرده بود، این دو موضوع باعث شد که کشورهای اروپایی تصمیم بگیرند برای از این که بشر را از این حقش، بشر افغانی را از این حقش باز بدارند. و این سرآغاز امی تبعیضی که شما میگین شد
و باعث شد که خیلی از جوانهای ما، خیلی از خانواده های ما که در کشورهای اروپایی با هزار و یک بدبختی و سختی میرسن، ناچارن در یک حالت سرگردانی و یک حالت بد به سر ببرن و حتی فیصدی بیشتر اونا همکنون خودشان متقاضی هستند که برگردن، به خاطر که شرایط رزیق کردن، شرایط را سخت کردن. و این فکر میکنم یکی از دستاوردهای حکومت وحدت ملی است. اما تعداد از اینا کم نیست آقای آهنگران، 80 هزار نفر به زبان گفته میشه، نزدیک به 100 هزار نفر هستن اینا. حالا چقدر زمینه های زندگی برشان، اگر اینا برگردن، چقدر زمینه زندگی در افغانستان برشان مساعده است؟ اینا هست و بود و دار و ندار خود را دادن و کسی به نام قاچاقبر و کسی هم از طریق های مختلف رساندن خود را به اونجا. زمینه زندگی واقعا مساعده است اینجا؟ من فکر میکنم که زمینه، پیش از این که ما اولین نیازی که در افغانستان داریم برای زندگی امنیت است. ما نباید اشتباه بکنیم که فکر کنیم تنها فقر یا بیکاری عامل مهاجرت میشه. بد امنی یا ناامنی خودش یکی از عوامل مهمی است که اکثر کسایی که مهاجرت میکنن او را ذکر میکنن، چون میگن اگر اینجا ما، درست است که دولت با ما پول میده، درست است که ما اینجا بیکار میمونیم، درست است که اگر در کشور خود دکتر، انجینیر و یا حقوقدان هستیم در اونجا باید کارهای شاقه بکنیم یا کارهای سطح پایین تر بکنیم، اما آرامش داریم، اما امنیت داریم. این بحثی است که بیشتر یا اکثر کسانی که مهاجرت کردن و مهاجر شدن این را ذکر میکنن. و اما من میخوایم یک نکته دیگر بگویم. اگر حکومت وحدت ملی قادر به ای است که زمینه را برای کار و برای بازگشت مهاجرین فراهم بکنه، چرا کشورهای همسایه که مهاجرین وضعیتشون بیشتر و بدتر از مهاجرینی است که فعلا سرگردان هست، برای اینا زمینه را فراهم نمی کنند که یک تست داشته باشند، یک امتحان بکنند خود را که آیا این مهاجرین را میتونن دوباره جذب کار بکنند، میتونن امنیت را برای اونا فراهم بکنن، میتونن مسئله مسکن را برای اونا فراهم بکنن، بعد به مهاجرینی اهمیت بتن که اونا هر کدام 20,000 تا از 5 تا 20,000 دلار صرف کردن و رفتن به اون کشورها. حالا این پولی را که اینا مصرف کرده در واقع سرمایه‌ای بوده که میتونستن کار بکنن در افغانستان، اما زمینه‌ای که برای کار وجود داشته باشه در افغانستان برای سرمایه کوچک نبوده. حالا اکثر از اینا گفته میشه که قرض کردن این مقدار پول را و نمیتونه آدم با 20,000 دلار، اکثریت خانواده ها از خودشان نبوده 20,000 دلاری که حالا شما از اونا میبرین. سوری ها و عراقی ها از جمله شهروندانی هستند، شهروندان جهان هستند که گفته میشه به دلایل امنیتی رفتن به کشورهای اروپایی. حالا دیدگاهی که وجود داره بیشتر در مورد افغان ها ای است که اینا به اساس مشکل اقتصادی رفتن، در حالی که مشکل امنیتی یا ضعف امنیتی یا نبود امنیت در افغانستان را حالا اروپایی ها مد نظر نمی گیرن از یک طرف، و از طرف دیگه حالا کمیسیون اروپایی هشدار داده حکومت افغانستان را که اگر قبول نکنین، حکومت قبول نکنه این پناهجویان را یا 80 هزار نفر را، ما کمک های ما را کاهش خواهیم داد. 4.1 میلیارد یورو که حدوداً 5 میلیارد دلار میشه. واقعا چه جریان داره؟ دقیقا من فکر میکنم که با امو کارهایی را که جناب رئیس جمهور در سفر اول خود کرد، با کارهایی بود که یک تصمیم جمعی و یک فکر جمعی پشت او تصامیمش نبوده، فکر کرده که میتونه با مراجعه به کشورهای اروپایی و سخت کردن شرایط مهاجرت و مهاجرپذیری برای افغانها را مانع شود از اینکه کشور را ترک بکنند. چون شما در جریان هستید که در همین سال نوی که ما در ششمین روزش هستیم، خیلی از خانواده ها، خیلی از جوان ها تصمیمشان برای بود که اگر وضعیت به همین منوال پیش بره، ما افغانستان را ترک میکنیم و به کشور دیگه میریم. اما تمام این بازخوردهایی که امروز ما میشنویم از وضعیت بد مهاجرین در پشت آبها و در مرزهایی که بستن، تا مهاجرینی که حتی در کشورهایی که مورد نظرشان بوده، مقصدشان بوده، رسیدن، اما در اونجا هم برخورد با اونا برخورد به عنوان مهاجر نیست، به عنوان یک بشر نیست، برخورد با اونها به
عنوانی ذهنیت گرفتن که میگن کشور شما امنیت هست، رئیس جمهورتان پابرجاست و شما کار میتونید بکنید، شما امنیت دارید، بنابراین مراجعتان به این کشور از نظر ما خوب نیست، درست نیست. بنابراین این ذهنیت سازی شده در واقع برای کشورهای اروپایی. و بحث امنیتی را هم، بحث امنیتی در سایر کشورها دیگه، بحث افغانستان یک بحث روزمره و عادی شده. هر روز انتحار و انفجار برای خبرهای جهان اصلا یک امر مورد علاقه و مورد دلچسپی نیست، چون 13-14 سال از این حکومت میگذره و هنوز هم هر روز ما انتحار داریم، انفجار داریم و قربانی و شهادت هموطنان خود را داریم. بنابراین امر عادی شده و فکر نمیکنم که اونا برایشان این ملاک شده باشه عالی در فعلا. اما ما براتون به یقین میتونم بگویم که 70% ذهنیتی که برای مهاجرت هست در ابتدا امنیتی است، 30% دیگر شاید عوامل دیگری مانند بیکاری، مانند فقر دخیل باشه. اما فقر هم نمیتونیم یک عامل مطمئن و ثابت باشه، چون اگر کسی در فقر به سر ببره، همی مبلغ 5 تا 20 هزار دلار را از کجا تهیه کرده که به این راه زده؟ بنابراین بیشترین عاملش از نگاه ما عامل کاملا امنیتی است. پس حالا نهال‌هایی را که رئیس جمهور به گفته شما غرس کردن باعث اینچنین وضعیتی شده، حالا ارکیتوس جمهوری دقیقا اینچنین ادعایی را رد میکنه که کمیسیون اروپایی اینچنین پیامی را شریک نساخته با اینا از یک طرف، و از طرف دیگه هیچ سندی در مورد اخراج اجباری پناهجویان امضا نشده با هیچ کشوری. از یک طرف اینچنین نهال غرس شده از طرف ارکیتوس جمهوری بخصوص رئیس جمهور، از طرف دیگه این ادعاها رد میشه. باز هم چه جریان دارد؟ چه پیامی میخواین برسانن به مردم افغانستان؟ بحث های حکومت ها در دو بود است. یکی بود های رسمی و کاملا بر اساس سند است که امضا میکنن که کشوری به افغانستان یا کمک میکنه یا مساعدت میکنه یا همکاری میکنه تا یک سند رسمی. اما ذهنیتی را که کارگزاران ما در بیرون از مرزهای افغانستان میسازن، این کاملا یک بحث رسمی و امضا شده نیست. وقتی رئیس جمهور میره به کشورهای اروپایی سفر میکنه و با اونها میگه که ما افغانهای ما اگر در اینجا ظرف میشوین، ما نمیخواییم این تحقیر تحمل بکنیم، در واقع میخواییم به اروپایی ها این را ثابت بکنه که افغانستان امکانات ازیر داره که جوانان خود را سرکار بکنه، امکانات ازیر داره که جوانان خود را حمایت بکنه. اما ای که به مهاجرت به اروپا میان به خاطر آسان بودن و سهل بودن این کار است. این ذهنیت سازی ره که جناب آقای رئیس جمهور کردن، در واقع امروز به یک بحران کلانی برای 80 هزار مهاجر ما تبدیل شده. پس حالا فکر نمی کنین یک ضعف دیگر هم برخی شهروندان به این باور هستن نمایندگی های افغانستان یا سفارتخانه های افغانستان که حالا در کشورهای بیرون هست از جمله کشورهای اروپایی ضعف خیلی ها کلان دارن، اصلا کار نمی کنن برای پناهجویان یا کسانی که حداقل می خواین درخواست دادن به پناهجویی، حداقل برای از اونا دفاعی عادی ارائه نمیشه و رهنمایی اندکی نمیشه. فکر نمی کنین یکی از دلایل عمده دیگر باعث شده که اینچنین وضعیتی خلق شده همین سفارتخانه افغانستان هست یا سفیرانی که حالا در اونجا گماشته شدن؟ بحث سفارتخانه ها و یا نمایندگی های سیاسی ما در کشورهای بیرونی یک بحث کاملا مجزا است. اما یک نکته رو میخوایم اشاره بکنم، در کشورهایی که سیل مهاجرت افغان ها زیاد است و در اونجا مهاجرین وجود داره، ما هنوز یک بخش و یک تیم کاری برای مهاجرین خود حتی نتونستیم بسازیم. به خصوص آلمان. آلمان 154,000 شهروند افغانستان درخواست پناهندگی به آلمان دادن. آلمان، ترکیه و یونان سه کشوری که مهاجرین ما در اینجا در سرگردانی مطلق به سر میبرن فعلا. در این کشورها ما هنوز نتونستیم یک تیم کاری مشخص برای مبارزه با همین بحران به وجود بیاریم. بعد من فکر میکنم که جناب آقای رئیس جمهور پیش از اینکه همین تصمیم میگرفتن، خوب بود که همین تیم کاری را میساختن تا حداقل با افغان ها اونجا همکاری میشد. اگر کسانی که میخواین برگردن داوطلبانه،
حتی برای اونها هم باید یک سری مساعدت ها و یک سری همکاری ها از طرف افغانستان صورت بگیره که متاسفانه صورت نمیگیره. تا جایی که ما خبرهایی رو میشنویم در میدان هوایی حامد کرزی وقتی مهاجرین برمیگرده، تعدادی از اونها را حتی نگه میدارن و از اونها حالت بازجویی میکنن که شما چرا رفتین، حالا چرا برگشتین، چی کار کردین، با کی دیدین، با کی نشستین. یعنی بحث ها رو به گونه ای حتی کسایی که میخواین برگردن نگران از این موضوع هستن که در کابل میاییم ما را دوباره مورد پیگیری قرار نگیریم، بازجویی از ما صورت نگیره. حتی تا اینجا این ذهنیت در بین مهاجرین وجود داره. چرا؟ چون عموم نمایندگی های ما در بیرون از کشور مصروف کارهای بنیادین برای قشر خود نیستن. شما خبر دارید که کسی که افغان است در هر کشوری نمایندگی امو سفارتخانه ما وظیفه داره از او حمایت بکنه، وظیفه داره با او همکاری بکنه. اما واقعا این چنین شده تا حال؟ نشده تا حال. چرا؟ دلیل چه بوده دقیقا؟ دلیلش شما شاید بهتر بدانید. ما هنوز هم در درون نظام خودمان، در نظام داخلی که حکومت هست، حکومت هنوز خیلی از پایه‌هاش شکل نگرفته. ما هنوز وزارت دفاع ما که وزارت جنگ ما بیشترین بودجه را مصرف میکنه سرپرست است و هنوز خیلی از نقاط دیگه‌ای که در حکومت وجود داره را ما نتونستیم ظرفیتی را پیدا بکنیم برای کار. حالا آقای آهنگران، برخی به این باورند که نبود کادر یا امو افراد نخبه در سفارتخانه افغانستان یا نمایندگی های سیاسی افغانستان باعث شده که این چنین برخوردی در برابر شهروندان افغانستان شود. سفیر نماینده یک کشور است و من حیث رئیس جمهور او کشور در کشور دومی ایفای وظیفه میکنه. ضعف در این چنین نهادی چه پیامدی میتونه داشته باشه؟ آیا بدتر از این هم میشه؟ ضعف که شما اشاره کردین را میتونیم در دو کشور پاکستان و ایران شما ببینید. کشورهایی هستند که همیشه مهاجر ثابت از افغانستان داشتن و همیشه مهاجرین در اینجا برخوردی که با مهاجرین میشه برخوردهای کاملا غیر انسانی بوده. شما شاید از ایران و پاکستان شاید خبرهای بوده باشید در طول امی 13-14 سال، حتی از اوایل سالی که جناب آقای کرزی روی کار آمد، که با مهاجرین بد برخورد میشد، مهاجرین را توهین میکنن، مهاجرین را تحقیر میکنن. ای به خاطر همون نبود کادر سیاسی برای نمایندگی افغان ها در بیرون از کشور است. افغان های ما در بیرون از کشور افغانستان اون نمایندگی که شایسته و بایسته افغان هست را از هموطنان خود نمیکنن متاسفانه. ای شاید یک کمیش به برگرده به قدرتی که ما هنوز در نظام بین الملل به دست ناوردیم، اما یک قسمتش برمیگرده به امو برخوردهای سلیقه‌ای و امو جایگزینی هایی که کردن و امو کارگزارانی که انتخاب کردن، کارگزارانی بوده که یا به سمتی یا به قومی تعلق داشتن و شایسته سالاری به او ملاک نبوده. بیشتر بحث باجدهی و سهمدهی در این جمع شاهدش هستیم در سفارت ها. تا این دلیل شده برای این چنین وضعیت. حتما. حالا میپردازیم به مورد دیگر، به کشورهای اروپایی که حالا میخواین این پناهجویان را اخراج کنن. بر اساس آنچه که اسناد وجود داره و قوانین وجود داره، هر شهروند کشور دومیه که پایش به اروپا میرسه بر اساس قوانین اروپا نباید از اون کشورها اخراج شود. دقیقاً. حالا چرا کشورهای اروپایی باورتون چه هست که میاین قانونی را که خود ساختن حالا لگتمال میکنن یا زیر پا میکنن یا هم نقصش میکنن؟ بحث او را سوالش برای شما جوابم دادم که ذهنیت سازی که صورت گرفته از طرف حکومت باعث شده که با اتباع از این حکومت برخورد آنگونه صورت بگیره. من یک چند مورد برای شما میگم. مثال در حالا میتونه ذهنیت سازی دلیلی باشه به این که باید قانون ساخته شده را باید نقص کنن؟ هر روز اونجا در کشورهای اروپایی هر روز قانون میتونه متغیر است، یعنی هر روز میتونه قابلیت ایره داره که انعطاف پذیر است، قابلیت تغییر داره. اما در افغانستان یک قانون اگر بخوایم تغییر بدیم ما یک سال باید با او دست به گریبان باشیم، رئیس جمهور و اینا.
در کشورهای اروپایی معمولا قانونها قابل تغییر هستند، اما یک چیزی در قانون است که اونا تطبیق میکنن برای یک سری از اتباعی که اونا حامی دارن. حامیشان کیست؟ حامیشان دولتشان است، حامیشان امو سیاستی است که دولت در قبال کشورهای خارجی دارد. اما افغانستان در قبال مهاجرین و اتباع خود در کشورهای بیرونی سیاست خود اعلام کرده، سیاست بازگشت، سیاست اخراج، یک صریح تر بگوییم. اما در قسمتی که ما میخوایم مثال بزنیم، پیش از این هر مهاجری که به کشورهای اروپایی میرسید حداقل از امکاناتی به عنوان کسی که مترجم است و زبان را میفهمه برخوردار بود که ایران برداشتن. فرما را توضیح میکنه، کسی که زبان بلد نباشه او فرما پیش میمانه 3 ماه 6 ماه تا زبان یاد بگیرد، یا از کسی که زبان بلد است تقاضا کنه و پول بده و او فرما را پر بکنه. حداقل برای پر کردن امو فرم داوطلب برای مهاجرت 3 ماه یا 6 ماه را باید وقت بگیرن، یعنی 6 ماه اینا بعد فرم را تحویل میکنن. بعد از اون فرم در 1 سال بازبینی میشه، یعنی یک مهاجر در کمپ حداقل 2 سال باید منتظر باشه که جواب منفی یا مثبت بشنه. این 2 سال سرگردانی است، 2 سال گذراندن عمر است، 2 سال به نوعی حبس میشه گفت، حبسی داخل یک کمپ که این باعث شده که خیلی از کسانی که به کمپ ها هستن تی امو تماسایی که ما داریم با اونا و گزارش هایی که از اونا دریافت میکنیم خواستار از این شدن که ما برمیگردیم. پس حالا بازم فکر نمیکنین ضعف در همون نمایندگی های سیاسی افغانستان است که حداقل یک مترجم را که میتونن با بین روان کنن یا کمکشان کنن حداقل؟ از یک طرف، از طرف دیگر حالا فضای بی‌اعتمادی گفته میشه به خاطر اینچنین مواردی بین حکومت و مردم خیلی ها افزایش یافته و در آخرین مورد هم گفته میشه 81% از شهروندان افغان حالا باور و اعتماد خود را بالای رئیس اجرایی و رئیس جمهور افغانستان از دست دادن، 17% هم کارکرد حکومت را موافق هستند با کارکرد حکومت. چه فکر میکنین اگر وضعیت اینچنین ادامه پیدا کنه شاهد چه وضعیتی خواهیم؟ البته اگر ما این را نامش بانیم دوره گذار، دوره گذار به این معنا که قدرت سیاسی که انتقال پیدا کرده و حالا 1 سال از او گذشته، شاید سال پیش رو هم سال چندان موفقی برای حکومت وحدت ملی نباشه. یعنی شما خوشبین نیستی؟ فکر نمیکنم برای این سال. اما اگر در سالهای سوم و چهارم حکومت تغییراتی رو ما شاهد باشیم من نمیدانم، اما یک سری کارهای بنیادی در او صورت میگیره در دیگه بخش ها که من خوشبین هستم که او کارها نتیجه بده. مثلا در چه بخش هایی؟ در بخش زیرساخت ها جناب آقای رئیس جمهور خیلی تاکید دارن و طوری که ما شاهدش هستیم میبینیم که خیلی از پروژه بزرگ رو روی دست گرفتن و این پروژه بزرگ اگر به ثمر برسه من فکر میکنم میتونه یک تغییری بیاره، اما خدا کنه این هدفمند باشه و آگاهانه باشه. مثل این مسئله تمویل برق، قرار است 100 را اینا کارش شروع بکنن که میتونه برق کابل را تا حدودی تکاپو بکنه، اما مطمئنن باید ایران در نظر بگیرن که او بودجه ای را که ای صد برای مراقبت میخواید یا برای نگهداری میخواید یا بیشتر از برق وارداتی میفته یا کمتر، رو من دقیق نمیفهمم، باید از خودشان پرسان کنیم. اما طرح همین گونه موضوعاتی، طرح موضوعات بنیادین میتونه کمک بکنه برای حکومت، اما برای فعلا ما بیشتر از بند، بیشتر از برق ما به کار احتیاج داریم، به فابریکا احتیاج داریم که جوانان مصروف کار شوند. وقتی جوانان مصروف کار شوند میتونیم با آینده کشور امیدوار باشیم. اما شما امروز هر جایی که میرین میبینین جوانا یا بیکار هستن یا در حال تحصیل و هم در حال فرار. حالا در حال فرار را ما فکر میکنم کمی بازدارندگی صورت گرفته و خیلی جوانا دیگه به خاطر همون وضعیتی که در بین مهاجرین وجود داره و خبرهایش میشنون اقدام نمیکنن، اما فرارشان به کشورهایی برای کار هنوز پابرجاست، مثل ایران، مثل پاکستان. خیلی از کسا هستن میرن به ایران و پاکستان کار میکنن برای خانواده خود در اینجا،
هزینه خانواده خود در اینجا تامین میکنن. پس حالا باور دارین که نقطه پایان به بحران پناهجویی افغانستان گذاشته خواهد شد؟ اگر نقطه پایان هم گذاشته نشه، حداقل کاهش بیابه؟ من فکر نمیکنم با این وضعیتی که پیش رو داریم، من فکر نمیکنم. اگر آگاهانه ما با جوانان خود صحبت بکنیم، خیلی خوب بود که آقای جناب رئیس جمهور پیش از این که به دفاتر یا به آدرس های رسمی حکومت های پذیرنده مهاجر مراجعه کرده بود، به مهاجرینی که در اونجا وجود داره مراجعه میکرد و از اونا میپرسید و یک تصمیم جمعی تر میگرفت. لطف کردین. تشکر از شما. سلامت باشین آقای محمد آهنگران، رئیس نهاد جوانان افغان در عصر نوین. و برنامه ما همچنان ادامه دارد، اما تا دقایق دیگر. من لیدونکو بیا هم خپل سلامونه درته وړاندې کوم. بیا هم تر یو ساعته باز ستاسو په چوپړ کې اوسم. د غوروی د کمیټي چې ویل کیږي تراتون کې وی ونی بیا هم خپل کار پایل وکړي، په خپل کار باندې پایل وکړي، به بحث او خبرې اترې ولرو. د اوس لپاره هم د غوروی کمیټي ځینې غړي وایي چې پراتون کې ونی کې به دوی خپل چارې پایل کړي. په داسې حال کې چې د ټاکنو چارون کې بنسټونه په حکومت نیوکه کوي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو چاپیریال محدودوي. ولسمشر مانی بیا وایي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو لپاره ژمن دی. په دې اړه په مخکې دغه چمتو کړی ریپورت. کمیته گزینش و اصلاح نظام انتخاباتی اپامه که هنوز هم در حاله تاریکی قرار دارد. روزها از فرمان رئیس جمهور غنی درباره این کمیته می گذرد، اما تا کنون کارش را آغاز نکرده است. این کمیته با حضور هر سه قوای کشور این بار شکل گرفته است. برخی از اعضای کمیته گزینش می گویند به احتمال زیادی هفته آینده کمیته گزینش کارش را آغاز خواهد کرد. توقع ما همی بود که بعد از صدور فرمان کار کمیته گزینش هر چیز زودتر آغاز شد، ولی معلوم میشه که مشکلاتی که وجود داشته در سطح رهبری در حکومت وحدت ملی باعث شده که تا هنوز کارش آغاز نشه. ولی تا جایی که ما اطلاع حاصل کردیم امروز ممکن هفته آینده نخستین جلسه خود کمیته گزینش برگزار کنه. از سوی هم برخی نهادهای ناظر بر انتخابات میگویند حکومت با این تاخیرها در پی محدود ساختن اصلاحات است. رئیس جمهور و در مجموع حکومت اصلا باور به بازش های دموکراسی فعلا ندارن. من فکر میکنم که شاید هم باز روی چانزنی روی مسائل تقسیم بندی یا کرسی ها در کمیسیون انتخاباتی مطرح باشد، با تشکیلی که در کمیته گزینش فعلی دیده میشه، چون کاملا یک سکتور دولتی شده. اما ریاست جمهوری همچنان از تعهد حکومت نسبت به اصلاحات سخن میزند. آوردن هر گونه اصلاحات و تغییر زمانگیر میباشه و حالت در موضوع انتخابات و آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان هم صدق میکنه، ولی آنچه مهم است تعهد رهبری جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر تطبیق اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان است که ما یکی پشت دیگر انجام میدیم تا مردم افغانستان اعتبارش بالای سیستم انتخاباتی افغانستان احیا شود. دیده شود حکومت افغانستان نظر به تاریخی که در پاییز سال جاری تعیین کرده است می تواند انتخابات را برگزار کند یا خیر، با در نظر داشت اینکه آغاز به کار کمیته گزینش از امروز به فردا می افتد. د افغانستان د آزاد و او عادلانه ټاکنو د بنسټ مسؤول ما سره په استودیو کې د رحمت الله صالحی دوی ته خرغ لاسویم. تشکر، سلام. صالحی صاحب، په سر کې کې راتوې لکه څنګه چې تاسو هم په ریپورت کې ولیدل ټاکل شوی چې تر راتلون کې ونې د دغه کمیټې کار بلاخره رسمان پیل شي، څه فکر کوي د دغه کمیټې پر وړاندې د پراتو ستونزو سره سره آیا دغه کار به بیا هم په بله ونۍ کې پیل شي او کنه بیا هم وځنډي؟ به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم. خب با وجود از اینکه ما دقیق از جریان موضوعاتی که در ریاست جمهوری و ریاست اجرایی جریان داره آگاهی کامل نداریم، اما نظر به اوضاع میتونیم حدس بزنیم که از یک طرف اختلافات روی تعیین اعضای کمیته گزینش باعث شده که کمیته کارش نتونه زودتر آغاز بکنه.
از طرف دیگه یک اراده قوی برای اصلاحات وجود ندارد تا همی کمیته را یا زودتر ایجاد میکردن و ای به کارش آغاز میکرد. خب ما امیدوار هستیم به این که هرچی زودتر کار خود آغاز بکنه و چنانچه اینا وعده کردن به زودترین فرصت کارش آغاز شود، ولی نظر به بی‌توجهی حکومت و نظر به مشکلات داخلی که در بین یک تعداد اعضای حکومتی روی تعیین افراد در کمیته گزینش وجود داره، باز هم ما بسیار امیدوار نیستیم به اینکه هر چی زودتر بتونه این کمیته کارش آغاز بکنه. بله، د غربی د کمیټې او پخوانی غړی چې نوم یې پرستانه یو کې بلاخره افشا شو پیم دشتی ویلی و چې په حکومت کې داسې کسان شته چې دغه نه غواړي دغه کمیټه په خپل کار پیل وکړي. دا د ځنډیدو لامل هم دا دی چې غواړي درغلیو ته دوی زمینه برابره کړي. دغه خبرو ته په کتو څومره به دغه نوي کمیشنران وکولی شي چې راتلونکي ټاکنې په سم ډول مدیریت کړي که کار باندې پیل وکړي؟ تشویش ما، نگرانی ما از این موارد است که روز مرا گفته میشه از طرف مراجع مختلف افشا میشه. ما هم بسیار زیاد متعقن به این نیستیم که اعضای جدید کمیسیون انتخاباتی بتانن انتخابات بعدی را به شکل بسیار شفاف و عادلانه برگزار کرده بتانن، چون زمینه سازی برای برگزاری یک انتخابات شفاف صورت نمیگیره. لازم بود برای برگزار شدن انتخابات شفاف در آینده بعضی موارد در قوانین انتخابات تغییر بخوره، مثلا مسئله سیستم انتخاباتی تغییر بخوره، تهیه لیست رای دهنده ها واضح شوه، مراکز رای دهی، همچنان سیستمی که با زمین دیتا را یا اوراق رای دهی جمع میشه، همی سیستم شفافتر شوه، مسئله جرایم انتخاباتی، حوزه های انتخاباتی و مسئله لست نتایج، این موارد باید واضح ساخته میشد، در قوانین رویش کار میشد. یعنی تاسو هم دیت اندیښنه لرئ راتلون کې ټاکنې به بیا هم په راتلونکو ټاکنو کې درغلی شتون ولري یا حکومت دیته زمینه برابره کړي چې په خپله ګټه باندې دغه ټاکنې پای ته ورسیږي؟ بالکل، اگر حکومت نتانه کمیسیون به طرف ایجاد بکنه، اگر نتونه که باز کمیسیون نتونه که لیست رای دهنده را ایجاد بکنه و بعضی ضروریاتی که ما برای برگزاری انتخابات شفاف داریم او را سر تنظیم بکنه، با یقین که انتخابات شفاف نمیداشته باشیم. یعنی تنها با تغییر چهره ها ما نمیتونیم انتخابات آینده را یک انتخابات شفاف و عادلانه بسازیم. دغه کمیته به څومره وکولی شي چې په بی‌طرف باندې په خپل کار باندې پیل وکړي او ټاکنې په بی‌طرف باندې ترسره کړي؟ خب توقع داریم از اینا، ولی زیاد مطمئن نیستیم که اینا بتونن افراد بی‌طرف معرفی بکنن به ریاست جمهوری به خاطر وجود در کمیسیون انتخاباتی، چون کمیته نوی کسان ټول هغه کسان دي چې پخوانی کمیشنران هم دوی ټاکلی و. څه ضمانت شتون لري چې دوی ټاکنې بی‌طرف ترسره کړي؟ هیچ ضمانتی وجود نداره. یعنی ما که انتقاد میکنیم روی از کمیته فعلی، کمیته گزینش، همی است که اعضای از این کمیته اعضای بی‌طرف نیستند، اعضای هستند که تمامش دولتی است. یک دو نفر از نهاد جامعه مدنی است که افراد بی‌طرف و اونا در مقابل یک تعداد زیادی که افراد دولتی هستند نمیتونن موقف گیری بکنن یا نمو گفته خود را سرشان بقبولانن. بنان در زمان کرزی هم آقای کرزی عین شکل یک کمیته گزینش ایجاد شد و اینا اعضای کمیسیون انتخاباتی را بر رئیس جمهور معرفی کردند که نتیجه مثبت نداشت. فعلا هم تشویش و نگرانی ما عزیز کمی افراد باز نتانند که بی‌طرفی خود را حفظ بکنند و افراد بی‌طرف و شایسته واجد شرایط به کمیسیون انتخاباتی معرفی بکنند. از این لحاظ تشویش وجود داره و یقینا زمانی که فرامین تقنینی از طرف شورای ملی رد میشه، باز دو نفر عضوشان که از طرف رئیس جمهور در کمیته گزینش پذیرفته میشه، اینا دوباره میپذیرند اصلاحات در انتخابات. از طرف دیگه طبعا در کمیته گزینش هم افراد رئیس جمهور و افراد رئیس ریاست اجرایی وجود میداشته باشند. هر سه قوا شامل از این کمیته خواهد شد و باز در تبانی با دیگر اعضای جدید کمیسیون انتخاباتی را بین خود تقسیم خواهد کردن و ما به یک کمیسیون بی‌طرف دست پیدا کردن نخواهد تانستیم. و مردم تا زمانی که کمیسیون انتخاباتی کمیسیون بی‌طرف نباشه و یک کمیسیون بی‌طرف ایجاد نشه، بالای روند انتخابات اعتماد کردن نمیتونه. واس په دغه کمیته باندې خلک خپل باور له لاسه ورکړی دی، دوی څه باید وکړي چې د خلکو باور بالاخره را جلب کړي؟ په دولت باندې خو به دغه نه، په دغه کمیته باندې څه باید وشي؟ یگانه راهکاری که میتونه اعتماد مردم بالای از پروسه بالای کمیته جلب بکنه،
شفافیت کاریشان است. کمیته گزینش باید کار خود را در شفافیت کامل انجام بده. یعنی زمانی که جلسات خود را دایر میکنند باید از نهادهای مختلف انتخاباتی ناظر بر انتخابات هم دعوت بکنند، رسانه ها حضور داشته باشند. برای شناسایی افراد واجد شرایط یک سیستم یا مکانیزم شفاف تهیه بکنند که مثلا 500 نفر متقاضی بود، از این 500 نفر ما 50 نفرش یا اینقدر نفرش واجد شرایط دانستیم و جمله 31 نفر برای رئیس جمهور معرفی شد که این واجد بلندترین شرایط کاندیداتوری را داشتن و این از جمله 500 نفر افراد شایسته هستند و تمام مردم در جزئیات موضوع از جزئیات موضوع مطلع باشند. یعنی شفافیت کاری از یا جلسات علنیشان و ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی میتونه که مردم بالای کمیته گزینش و اعضای جدید کمیسیون انتخاباتی باورمند بسازه. بله، که په عمده ډول راشدی ته اشاره وکړو، څه عملونه شتون لري چې دغه کمیټې کار ځنډول کیږي، څوک یې نه غواړي؟ خب ما قسمی که در ابتدا خدمتتون عرض کردم، شاید اختلافات در بین حکومت سران حکومت هم وجود داشته باشه و از طرف دیگه بیشتر چیزی که ما تصور میکنیم این است که عزم و اراده برای اصلاحات انتخاباتی وجود نداره. از این خاطر که چیره نغواری خپلا دغه اصلاحات پر تاکنیز نظام که روستل شی، ولی دغه کمیته جوړه کړین ولی لغو کوین؟ خب به نحوه اینا میخوان که وقت کشی بکنن، چنانچه اگر ما همه اصلاحات از همه ابتدایش ببینیم حکومت همیشه با ایجاد اصلاحات نمایشی خواسته که وقت کشی بکنن. یک و نیم سال، بیشتر از یک و نیم سال گذشت از ایجاد حکومت وحدت ملی و مکلف بود حکومت وحدت ملی که در ابتدای ایجادش مسئله اصلاحات انتخاباتی رو روی دست بگیره، اما میبینیم که هر روزه حکومت داره وقت کشی میکنه با ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، با ایجاد کمیته گزینش، با بهانه های مختلف میخواد که وقت کشی بکنه و همه اصلاحات انتخاباتی تطبیق نشه. و ای که چرا اینا نمیخواهن اصلاحات انتخاباتی تطبیق نشه، چرا نمیخواهن که تطبیق شوه؟ به نظر ما علتش ایست که اینا مطمئن نیستن از ای که در انتخابات شفاف و عادلانه آری از تقلب بتانن رای به دست بیارن. یعنی اگر انتخابات بعدی ما یک انتخابات شفاف و عادلانه و آری از تقلب شوه و ما یک شیوه و میکانیزم درست برای رای دهی داشته باشیم، دیگه ای افرادی که فعلا روی قدرت هستن، چی در پارلمان هستن چی در حکومت، اینا نمیتونن که رای مردم به دست بیارن. از این خاطر اینا نمیخوان که اصلاحات واقعی هم در این پروسه واقع شه. د ټولو ستونزو ته په کتو سره څه فکر کوئ؟ د ولسي جرګې ټاکنې همدارنګه د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې به په خپل معین وخت هماغه ټاکل شوي تاریخ باندې ترسره شي؟ خب اگر اینا بخواهن که اگر انتخابات شفاف برگزار بکنن، کاملا نمیتونن که در این زمان که مشخص شده به شکل تقریبیش از طرف رئیس جمهور در این زمان برگزار کرده نمیتونن. یعنی در انتخابات بعدی را، انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی را در بین خزان و تابستان سال آینده به شکل شفافش دایر کردن نخواد بتونن. اما اگر اینا بخواهن که یک انتخابات نمایشی داشته باشن و آنچه که خودشان بخواهن امور انجام بتن و افراد اشخاص مورد نظرشان به اساس تقلب نه به اساس رأی مردم در ادارات انتخابی جابجا شوند، برشان ساده است، میتونند برگزار بکنند. چه امکان دومره چه امکان لري چې کچېرې دغه کمیټه په خپل کار باندې پایل ونه کړي، آیا ټاکنی به ترسره شي؟ امکان نداره، چون اگر کمیته کار خود ادامه نده، اعضای کمیسیون انتخاباتی جدید مشخص نشه، فکر نکنم که انتخابات برگزار شود. چون از یک طرف انتخابات خو دو بعدش بسیار مهم است، یک اشتراک مردم و دیگه شم کمک های جامعه جهانی. ما که انتخابات برگزار میکنیم به اساس کمک های خارجی است که ما پولش از خارجی ها میگیریم و ایره برگزار میکنیم. از طرف دیگه این پروسه برای کی برگزار میشه؟ حتما باید مردم وجود داشته باشن، بیان در این پروسه شرکت بکنن تا انتخابات برگزار شود. از یک طرف مردم بالای کمیسیون انتخاباتی بی باور هستند، از طرف دیگه جامعه جهانی کمک های خود را مشروط به اصلاحات دانسته. تا زمانی که اصلاحات نبیاد من فکر نکنم که انتخابات را ما بتانیم برگزار بکنیم و تا زمانی که کمیته کارش شروع نکنه، اعضای جدید کمیسیون را معرفی نکنه برای رئیس جمهور،
امکان برگزاری یک انتخابات که قابل قبول برای مردم باشه وجود نداره. مثلا هی صاحب تاسو دغه سوند طبقاتو چې هم خلک به حکومت باندې بی باور دي، هم دغه کمیټه چې ځینې کارپوهان وایي دولتي کمیټه د بلخره د دوی په خوخه باندې کار کوي او د دوی په خوخه باندې خپل کار هم پیل کړي، د خلکو ونده په ټاکنو کې څه ډول وی یا په هماغه شکل چې په ولسمشری زو ټاکنو کې ګډون وک په دغه ټاکنو کې به هم خپل رای وکړي؟ ما بسیار امیدوار و مطمئن به این هستیم که مردم به دلگرمی که قبلا داشتن در انتخابات بازم اشتراک بکنن، ولی تقاضای ما از اینا ای است که بیان اشتراک بکنن. پروسه است، پروسه ملی است، خودشان سهم خود ادا بکنن در هم در بخش اشتراک هم در بخش نظارت. ولی تا زمانی که اصلاحات واقعی اساسی تطبیق نشه به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی، آنچه وعده کرده بودند که هم در قوانین هم در ساختارها اصلاحات میاریم و این حکومت هم به خاطر می انجام بعضی کارهای خانگی که داشت تشکیل شد، تا زمانی که همه اصلاحات لازمی در پروسه انتخابات نبیایم، مردم مطمئن نشه که رأی ما سرنوشت ساز است، دوباره باز خود به خطر نمندازن که جانشان در خطر بندازن و برن رأی بتن ولی رأیشان سرنوشت ساز نباشه و باز به اساس یک توافق یا به اساس میانجیگری یک نفر دیگه بیان یک حکومت تشکیل شود. به نظر من مردم تا زمانی که اصلاحات واقعی عملی را در پروسه اصلاحات نبینن، شاهد نباشن، دوباره فکر نکنم که برن به او شکلی که قبلا علاقمند حضور در انتخابات بودن باز حضور پیدا بکنن. ولی صالح صاحب، تاسو د افغانستان د آزاد و عادلانه ټاکنو د بنسټ د مسئول په توګه تاسو غوښتل له دولت څخه څه دی؟ خواهش ما از دولتی است که اول میایم سر بخش حکومت که دولت در مجموع باز بسیار کلان نشه. حکومت باید روند انتخابات، پروسه انتخابات برش من حیث یک روند که از طریق از او حاکمیت مردم عملی میشه، من حیث یک اصل دموکراتیک، من حیث یک پروسه برای آوردن اصلاحات در کشور نظر کنند، نه تنها من حیث یک وسیله رسیدن به قدرت. دوم، دولت حکومت امکانات بسیار فراوان داره به خاطر آوردن اصلاحات انتخاباتی، فرصت های موجود است برایشان که اصلاحات انتخاباتی را تطبیق بکنند. بنابراین خواهش ما از این است که با استفاده از فرصت ها و از امکانات خارجی و داخلی که دارند، حمایت مردم را دارند، حمایت رسانه ها را دارند، حمایت نهادهای ناظر احزاب سیاسی را به خاطر آوردن اصلاحات دارند، از این استفاده بکنند و اصلاحات واقعی را عملی بسازند. اعضای کمیسیون ها را به شکل بی‌طرفانه انتخاب بکنند و یک کمیسیون بی‌طرف ایجاد بکنند، یک کمیسیونی که خود کمیسیون اعضای را انتخاب برای کمیسیون انتخاباتی اعضای را انتخاب بکنند که اونا باورمند به پروسه انتخابات باشند و توانایی مدیریت انتخابات داشته باشند. از طرف دیگر نیازمندی های جامعه را در نظر گرفته فعلا کمیته گزینش هم بی‌طرفیش حفظ بکنن و اعمال نفوذ نکنن بالای کمیته گزینش، بگذارن که کمیته گزینش بی‌طرف شکل بگیره و اگر با وجود از اینکه افرادش دولتی است ولی اعمال نفوذ بالای از اینا نکنه، زمینه را برای کارکرد شفاف از اینا مهیا بسازه تا اینا بتانن که کار خود در شفافیت کامل به سر برسانن. و اگر اینا میخوان که شفافیت نداشته باشه کارشان، حکومت لازم است بالاشان فشار بیاره تا که کارشان شفاف صورت بگیره و مردم در جریان باشن. از طرف دیگه قوه مقننه در این مسئله دخیل است. تقاضای ما از اونها همی است که با روند انتخابات من حیث نماینده های مردم که اینا مظهر اراده ملت هستند برخورد مسئولانه بکنن، قوانین در نظر گرفته و پروسه انتخابات را با بنبست با مشکل مواجه نسازن. بله. چون مردم اصلاحات میخواه و اینا نماینده مردم هستند، باید با مردم همگام و هم نوا و هم صدا هم اصلاحات تطبیق و عملی بکنن. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ مسعود رحمت الله صالحی له ما سره په سټوډیو کې ولودی څخه یو نړۍ مننه کوم. قدرمن لیدونکو، بیا هم تاسو سره غلاس ویم، اغاز روز خبرونه الماسره بیا هم دوام لري.
به هم 20 کشور بحران زده جهان روی میکانیزم اهداف انکشافی به توافق رسیدند. اکلیم حکیمی در پایان نشست وزیران کشورهای به اضافه 20 میگوید پس از این اعضای گروه به اضافه 20 موقف واحد در برابر استفاده مؤثر از کمک های جامعه جهانی داشته و این کمک ها باید به نفع برنامه های انکشافی باشد. وی تاکید دارد حکومت افغانستان با ارائه سند در این نشست چالش در برابر خودکفایی افغانستان را به جهانیان روشن ساخته است. پایان یک نشست بزرگ دیگر در کابل. 20 کشور بحران زده جهان پس از دو روز بحث روی چالش ها در برابر تامین امنیت، رشد اقتصادی، اشتغال زایی، پناهجویی و مبارزه با فقر روی 19 مورد از اهداف انکشافی در این کشورها به توافق رسیدند. وزیر مالی کشور که بر ریشه‌کن ساختن فساد اداری به شدت تاکید میکند میگوید در این نشست افغانستان چالش ها فراراه دستیابی به خودکفایی را به جهانیان روشن ساخته است. ما با یک موقف واحد برای اینکه از کمک های از اونا چطور به شکل مؤثر استفاده کرده بتانیم، ما برای اونا بعض تدابیر را در نظر گرفتیم که چطور از کمک های از اونا به نفع پروژه های انکشافی ما و تقویه بودجه ما استفاده شد. گروه به اضافه 20 از روند مصالحه حکومت افغانستان با شورشیان نیز حمایت کرده میگوید تا کنون کمک های جامعه جهانی به کشورهای جنگ زده و در حال بحران بر اساس نیازمندی نبوده است. بانک جهانی نیز نقش سکتور خصوصی در رسیدن کشورهای بحران زده به خودکفایی را مؤثر خوانده از کشورهای کمک کننده میخواهد این کشورها را در اولویت کمکهایشان قرار دهند. ما میخواهیم با همکاران انکشافی خود کار کنیم. کمک های آنان تا کنون بر اساس نیازمندی نبوده و مؤثریت نداشته است. آنها باید نیازمندی های ما را بدانند و بر اساس آن به همکاری هایشان ادامه دهند. کمک های جهانی همچنان روند انکشاف در کشورهای ما را بتی ساخته، اما ما میخواهیم صدای ما شنیده شود. ما نیاز داریم که محیط تجارتی را در کشورهای جی 7 تقویت کنیم. باید اصلاحات را طور بیاریم که سرمایه گذاری های داخلی و جهانی را جذب کنیم. ما منابع مالی را در دو سال گذشته با کشورهای شکنند 50% افزایش دادیم. وزیر کار و امور اجتماعی نیز میزان بیکاری در افغانستان را تکان دهنده می خواند. 79% افغانهایی که مصروف کارند شرایط درست کاری ندارند و این کار سبب می شود تا تولید پایین تر داشته باشند. در کشور ما 6,500,000 افراد واجد شرایط کار بیکار هستند که این رقم هشدار دهنده است. در این نشست همچنان کشورهای در حال بحران تاکید کردند که بیشتر تعهدات کشورهای کمک کننده به آنان تنها روی کاغذ بوده است. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان نیز فرار مغزها از افغانستان را بحرانزا خوانده میگوید آنان برای حل بحران پناهجویی با اتحادیه اروپا آماده کمک بوده و باید پیش از نشست بروکسل حکومت افغانستان روی حل بحران پناهجویی با اتحادیه اروپا به توافق برسد. په دې اړه به له توریالی غیاسي سیاسي شنونکي سره بحث او خبرې اترې ولرو. غیاسي صاحب تاسو ښه راغلاست. له تاسو نه مننه. غیاسي صاحب، لکه څرنګه چې تاسو هم ریپورټ واورېدلو، څه ستاسو نظر څه دی د دغې ناستې په اړه؟ ستاسو ارزیابي څه دی د افغانستان لپاره په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره؟ ځکه شل کړکېچ ځپلې هېوادونه په دغه ناسته کې ګډون کړی و، څه لاسته راوړنې مشخصې د افغانستان لپاره درلودې؟ به نام خدا و عرض سلام و صبح بخیر حضور بینندگان عزیز، همکاران محترم شما. خب نشست‌های مشابه از این و در سطح بین المللی در رابطه به افغانستان و یا مسائلی که و قضایایی که در افغانستان هم هست و مشابهت‌هایی با کشورهای دیگر داره خالی از خیر نیست و مفید واقع میشه. همونطوری که گزارش شما آمده بود، 20 کشوری که در کابل جمع شده بودند به دعوت دولت افغانستان، اینا نام اولشان به اصطلاح گروه 7 پلاس است، به اصطلاح گروه 7 به اضافه 7 گروه به اضافه 7 که بالاخره امروز می‌بینیم که 20 کشور در حال بحران یا 20 کشوری که داخل او کشورها منازعات ملی دارند، یک مراحلی را از جنگ‌های داخلی
و در شوهای مداخلات خارجی سپری کردن. حالا به طرف در این حالی که در طرف داخل بحران هستند میخوان از بحران بیرون شوند و نیاز به کمک های کشورهای بزرگ دنیا دارن، کشورهای کمک کننده دنیا که میتونن در بخش های چی به صورت چی در چارچوب بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی و همینطور نهادهای بین المللی دیگه که میتونن چی در بخش سرمایه گذاری و کمک های دراز مدت و کوتاه مدت و همینطور قرضه ها برای این کشورها بدن و اینا بتونن خودشان از عبور بتن از بحران و به یک طرف ثبات سیاسی و اقتصادی و همینطور خدمت رسانی ارائه خدمات یا اجتماعی و تامین اجتماعی برای مردمانشان داشته باشند. بدون تردید خب در این جلسات هر کشور اما مسائلی را مطرح ساخت که خود او کشورها به او دست و گریبان است و راه حل های را اونا که از در حال عبور از این بحران ها و منازعات هستند، به طور مثال سودان یک نمونه یک کشوری بود که بعضی مسائل خوبی را در اینجا مطرح ساخت. کشورهای مثل سومالیا که مشابهت های با ما داره، سودان که بخشای مشابهت های داره، بعضی کشورهای دیگه هم که هم در حال جنگ هستند، هم در حال مبارزه با تروریسم هستند، هم فقر ایجاد میکنه و هم بی‌سوادی در کشورها یک چالش بزرگ است، بیکاری چالش های بزرگی است بین از این کشورهای عضو 20 کشوری که جلسه داده بودند. اینا به نظر من مهمترین چیز این بود که افغانستان از تجارب دیگرها هم آموخته باشه و تجارب خوبی را که دیگرها در گام برداشتن و در راستای زدودن یا کم ساختن بحران ها و چالش های رک فرار های بله، اما یه خبر داره چه متاسفانه به دغه غونډه کې ټول خپل هیوادونه خپل ستونزې وړاندې کړي، اما هیڅ یو د حل لارې په اړه یې څه ونه ویل. تاسو غواره دا نه بولئ که چیرې افغانستان وړاندې تر دې چې غوښتل دغه هیوادونو ته د خپلو ستونزو په اړه ویي، لکه د اداري فساد په اړه چې تر دې حده یې ویلي چې وزارتونه کم پاتې د فساد په ماشین باندې بدل شي. یعنی دا هغه هیوادونه نه ول چې موږ خپل ستونزې ورته ویل، موږ باید د له هغوی څخه یو څه زده کړي وای. هغه تګلارې چې دوی په خپلو هیوادونو کې عملي کړي، موږ باید هغه له هغوی څخه تګلارې غوښتل یا د حل لاره چې دوی څه کړي دي. یقینا اینا هر کدام اینطور نشد که بگوین این راه حلی را که ما داریم شما هم استفاده کنین. اونا اون میزان موفقیت هایی را مطرح ساختن که راه هایی را که پیش گرفته بودن و اونا را هم ارائه دادن و همچنان این میزان پیشرفتشان و همونطور نگرانی ها و چالش هایی را که فرارایشان است و همچنان نحوه کمک های بین المللی در راستای به کاهش رفتن این چالش ها و منازعات و همینطور فقر و بیسوادی و مسائلی که اینا دست کشورها دست و گریبان به او هستند. خب اینا همه هر دو مسئله را مطرح ساختن که خب حالا هر کشور اینجا از اینجا در واقع یک نوع تبادل تجارب بود که هر کس میتونست که از شیوه هایی را که یک کشور برای زدودن فقر به طور مثال برای اشتغال زایی مد نظر گرفته پیش گرفته بود، یکی از دیگر کشورها میتونست که اگر کمبود یا راه حل خوبی به نظرش می رسید میتونست که از او استفاده بکنه و او را پیش بگیره. به عنوان مثال بیشتر از این کشورها به نحوه کمک رسانی و یا تمویل کشورهای کمک دهنده انتقاد داشتن یا به اصطلاح مفید نمی دانستن به شکل که یا کمتر مفید می دانستن شکل کمک هایی را که به این کشورها انتقال می داده می شده یا کمک می شده. و ما هم همین تجربه را داریم. ما 104 میلیارد دلار به افغانستان به نام افغانستان مصرف شد، اما می بینیم وضعیت افغانستان ها که این 104 میلیارد دلار اگر واقعا به صورت درست مدیریت میشد و در جای در مسائل زیربنایی از این کشور به مصرف می رسید، ما صاحب انرژی برق، انرژی نفت، صنعت استخراج معادن و توسعه به اصطلاح شهری ما مصرف می شد، ما 4
برنامه بسیار فشرده می داشتیم و این کمک ها را جلب می کردیم بیشتر به اینجا. بدون تردید می توانستیم امروز افغانستان به سر پای خودش بیسته. ما هیچ کشوری بدون داشتن انرژی دوامدار و انرژی باثبات نمیتونه به توسعه اقتصادی برسه. ما در حالی که در طی 14 سال بسیار امکانات خوب داشتیم که می توانستیم یکی دو تا بند برق سر دریای پنجشیر یا کنر داشته باشیم که کل افغانستان 20,000 مگاوات دریای کنر میتونه برق تولید بکنه در پیش بینی های ابتدایی که صورت گرفته، اما چرا نشد؟ یا به سر دریای پنجشیر یا دریای لغمان یا جای دیگه که بالاخره میتونست یک بخش های افغانستان یا کل افغانستان صاحب برق دوامدار بسازه، ما نیازمند برق وارداتی نباشیم. به همین ترتیب انرژی گاز و نفت افغانستان، هر کشوری که تانسته در آغاز در برای سرمایه گذاریش متمرکز ساخته در بخش انرژی، امروز او کشورها چهرهشان کاملا به چهره کشورهای توسعه یافته مبدل شده. کشورهای همسایه ما را ما میبینیم، کشورهای خاورمیانه به اصطلاح خلیج فارس میبینیم، کشورهای عربی که فقط هیچ چیز نداشتن، زمین خشک خالی، اما وقتی به طرف استخراج نفت رفتن چهرهشان دیگر، امروز از سرمایه دارترین کشورهای دنیا هستن. ما هم به تناسب نفوس خود، ما هم به تناسب امکانات خود، کشور ما منابع زیرزمینی بسیار سرشار داره، اما ما نتانستیم ایره با آمدن 104 میلیارد دلار سر پای خود استاد بکنیم. یا تجربه بد است، یا ای که حتی کمک‌ها فساد اداری، کمک های بین المللی یک بخش از اینا فساد اداری را در افغانستان مدرنیزه کرد، به یک شکل به اصطلاح برنامه و پروژه های عمرانی را به چالش کشاند، به فساد آلوده ساخت. وقتی یک سفارت و یا یک کشور تاکید میکرد که باید کسی که اولین بار اول پروژه را میگیره باید نشنلیتی خارجی داشته باشه، و بعد از او در حال که هیچ کمپانی عمرانی و ساختمانی نداشت، بعد او میآمد او قرارداد به یک شرکت خصوصی داخلی افغانستان میداد، باز او خودش انجینر و ساختمان اینا داشت، باز او به یک کس دیگه میداد. ولی دوی پلا پای او دول زمین ندید برابر اول. سه دستی انتقال میکرد و این فساد به صورت سیستماتیک ایجاد کرد. و همینطور مسائل دیگه پیش آمد که ما نتانستیم از این کمک ها به خوبی استفاده کنیم و دولت هم این مدیریت کرده نتانست. ما نتانستیم سیستم گمرکات خود، مالیات خود به صورت مدرن به اصطلاح با استفاده از این کمک های بین المللی، چی از لحاظ تجارب چه به لحاظ امکانات، که ما میتانستیم بندرگاه های بسیار مجهز ایجاد بکنیم که هیچ یک تا سوزن هم وقتی که وارد میشه بدون محصول نبیایه و بلاز و غیر راندخاری نباشه و رشوه ستانی در گمرکات نباشه. وقتی شما بسیاری جای گمرکات امروز افغانستان و کالا یک تشریح میشه، بارنامه یک چیز است اما داخل کانتینر یک چیز دیگه است، و یا از 10% بار محصول میشه 90 یا 80% دیگه ازی به شکل دیگه وارد افغانستان میشه. اینا میتونستیم در این بخشام افغانستان به لحاظ مالی سر پای خود استاده بکنیم. کشورهایی که امروز دیروز جمع شده بودن دو روز گذشته، همه اینا به این بحران ها مواجه بودن، به این منازعات داخلی داشتن در این رابطه، هر کدام تجارب داشتن، هر کدام تصمیم داشتن که از این بحران ها خودشان خلاص کنند. در واقع تبادل تجارب بود این جلسات، و ما اگر تانسته باشیم از تجارب خیلی از کشورها استفاده کرده باشیم، و یا کشورهای دیگه تانسته باشن از خوبی های برنامه های خوبی را که ما به خاطر سر پای استاد شدن افغانستان داشته باشیم. در دول ناستی بخواه هم تر سر شوی او ما افغانستان نده توانی دلی چل دغا دول فرصتونو چخپ سم دول استفاده وکری. چه فکر که دغا فرصت چه وست ورته برابرش و چه دوی بلاخره و که ولیشو خپل سونزی کرکیج زپلو هی و دونو تا کتا هم پا مستقیم دول مرستان شي کولای، اما نړیوالې ټولنې ته بالاخره په ډاګه کړه څه ګټوره لاسته راوړنې به دوی ته ولري. کومې ژمنې چې دوی په خپلو کې وکړله عملي بڼه به ځان ته غوره کړي، او نړیواله ټولنه به په دغه برخه کې چې دوی غوښتل خپلې غوښتنې هلته مطرح کړي له نړیوالې ټولنې څخه چې له دوی سره دایمي مرستې وکړي، څومره به د نړیوالې ټولنې هغه د همکارۍ ځان ته جلب کړي؟ ببینین، جلب کردن کمک های بین المللی، کشورهای کمک کننده کنا علاقه دارند که کمک بکنند، اما اینا بعد از این نمیخواهند که
این پولی را که از مالیات کشورهایشان، از مالیاتی که اتباع شهروندان از او کشور میدن و او به ما کمک میکنن، این دیگه عیف میل شود. شرط اصلیشان مبارزه با فساد اداری است، شفافیت است. باید پروژه هایی را که کمک میکنن به تمام معنا اول آخر از این پروژه را بدانند که چطوری مصرف میشه، چقدر از این برمیداره و به اصطلاح اکشن پلان یا پلان عملیاتی و اجرایی از این چطوری میباشه. اینا بعد از این با او شکل که چند سال 14 سال گذشته کمک کردن به افغانستان، بعد از این نخواهد بود. اینا از هر برنامه و هر پروژه را که به تصویب میرسه و ما برشان میدیم، اونا او را تعقیب میکنن و به درستی از اجرایش، از پیشرفتش نظارت خواهد کردن و مصارف از اینا از او را تمویل خواهد کردن. و این برمیگرد حالا به خود ما که ما چگونه پروژه هایی که واقعا برای از اینا ارائه داده باشیم یا دویدست بگیریم که قابل اجرا باشه، پروژه خیالی نباشه که ما فکر کنیم که ما این کارهای بزرگی را انجام میتیم و این کارهای بزرگ باید این مردم ما را فقط خوش ساخته باشیم، اما در صحنه اجرا ما به مشکل مواجه باشیم که یا فرصت به لحاظ امنیتی و فرصت اجرای زور نداریم، عملی ساختنش نداریم، یا به لحاظ کادرهای تخصصی و مسائل مالی و کمبود نواقص تکنیکی و یا به اصطلاح برآوردهایی که میشه، نقشه های مهندسی و تکنیکی که ما باید ارائه بدیم، اینا نواقص خود داشته باشه. ما کوشش کرده باشیم که حتما همینطور شده که برنامه های را، پروژه های را باید مطرح بسازیم که سمارت باشه و بعضر حیث ما او را مطمئن باشیم که در تایی مدت زمانی را که برو تعیین کردیم که 2 سال یا 3 سال یا 5 سال و در 2 سال 3 سال 5 سال باید ما اینا را مرحله به مرحله به تکمیل برسانیم و نشان بدیم که ما بدون ازی که در اینجا کدام فساد اداری صورت گرفته باشه این پروژه به انجام رسیده. ما هر قدر که در برنامه عمرانی خود که از محل کمک های بین المللی استفاده میکنیم و تکمیل میرسانیم شفافیت داشته باشه و به حد اقل فساد اداری بله. وجود داشته باشه، دهی به مو اندازه ما بیشتر فرصت جذب کمک های بین المللی را به دست میاریم. غیاسی صاحب، اوست چی دغه ستونزو تا تاسو هم اشاره وکړله او دغه مرستې چې د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره وشوې، بالاخره هایپو مایل شوې، اداري فساد هم خپل اوج ته ورسېدو، څه فکر کوئ نړیواله ټولنه بیا هم خپل زړه ښه کړي له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي، مخصوصا د له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې چې ډېری هیوادونه له افغانستان سره مرسته کړي اما هیڅ نتیجه نه ده ورکړي؟ خب شرایط بسیار روشن دارند. فساد، مبارزه با فساد اداری، قاچاق مواد مخدر، حکومت داری خوب، این چیزهای مسائلی است که همچنان مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر یک بحث کاملا روشن است و باید ما روی این مسائل کار بکنیم و در این رابطه هم به جهانیان، کشورهایی که به ما کمک میکنن و حمایت میکنن افغانستان، گزارش ما شفاف و روشن باشه و این کمک ها را باید ما به صورت درستش جذب بکنیم و در گذشته ها وقتی که به او شکل کمک های بین المللی وارد شد، سیاست به اصطلاح حمایتی کشورهای دنیا فرق میکرد یک مقدار. یعنی در اون مراحل اول به طور مثال ایالات متحده آمریکا پمپینگ منی یک نوع سیاستی بود که در کشورهای جنگ زده که تازه وارد میشد، بدون از اینکه به برنامه و به بابا با اساس همین سیاست که باید پول تزریق بکنین در سطوح مختلف جامعه تا هم خودتان قابل پذیری شوین و هم به یک شکل یک نوع اقتصاد هم مردم صاحب یک پول شود که اقتصاد روزمره مردم بچرخه و بتانن دست به یک سلسله کارهایی را بزنن که ما و شما دیدیم که یک تعداد مردم ناگهانی پولدار شدن، پولای بسیار بادآورده در اختیارشان قرار داره که حالا ما نمیفهمیم که یا از کجا چطوری پولدار شدن و این آفت دیگه را به بار آورد که این هم این سیاست تزریق پول ایالات متحده آمریکا که پول به دست کسایی افتاد که فرهنگ پولدار شدن نداشتن. بله. و به این دلیل شما میبینین که
اختلافی های صورت گرفت و این پولا به جاهای بیجا مصرف شد، مردم دیگه را تشویق کرد در کنار از این که او هم باید به یک شکل پولدار شود. وقتی میبینم یک کسی، یک بچه، یک جوان میبینه که بچه همسایشان رفته با یک ترتیبی با یک بخشای از پروژه های امریکایی ها در تماس است یا خارجی ها، صاحب پول و جا و منال و مکان شده و هر روز با بادیگارد های آنچنانی سرکار پاره میکنه موترهایشان، این بیچاره دیگه که دستش به اونجا نرسیده، این آمده کمرش بسته دست به اختطاف و دزدی و راگیری زده. یک نوع اختلاف طبقاتی را در جامعه به شدت به وجود آورد که غیر قابل کنترل شده. امروز میبینیم که هر روز باندای اختطافچی در افغانستان هر روز بیشتر شده میره و هر قدر که دولت برای دزگیری از یا اقدام میکنه کم نمیشه. دلیلش همی تفاوتهای اقتصادی طبقاتی از در جامعه که به صورت غیر علمی و به صورت پروژه‌ای و به خاطر اهداف خاص در افغانستان پول تزریق شد، پول به دست کسایی افتاد که اینا فرهنگ مصرف ازیر نداشتن، فرهنگ سرمایه گذاری را نداشتن. اینا سبب شدن که گروه های دیگه هم خواسته باشن پولدار شون. اینا نتانستن که دستشان به پروژه های امریکایی یا دفترهای جاسوسی دستشان نرسید، اما کمر به اصطلاح تصمیم گرفتن که از طریق نامشروع پولدار شوند. خپل مخه تورسیږي وس غیاسی صاحب اله کړکه زپلو هیوادونو سره نړیوال بانک هم ژمنه کړی چې 50 سلنه به خپل مرستې زیاتې کړي له دوی سره، مخصوصا افغانستان به له دغه مرستو څخه څه ډول استفاده وکړي، بیا به هم دغه پیسې هایپو مایل شي کنه په سمو ځایونو کې بنسټیز کارونه به ترسره شي. ان منظور تان کوم اونا یک بانک جهانی و کشورهای دیگه یا بانک های بین المللی نهادها و پیشتر اشاره کردم که سیاست کمک رسادهی به افغانستان دیگه متفاوت کرده، با او پولای سرسام‌آور سیاست پامپینگ منی دیگه نیست در افغانستان. حالا هر پروژه و هر برنامه را که ما تقاضا میکنیم، هر پروپوزلی را که برای کمک ما نیاز داریم که اون پروژه های عمرانی ما را به پای اکمال برسانیم، کشورهای تمویل کننده قدم به قدم با ما هستن و او را دنبال میکنن و تعقیب میکنن و ما همیشه از اجرای از او و از شفافیت از او باید گزارش بدیم. در غیر از او اگر این پروژه ها آلوده به فساد شود و در این پروژه هایی که کمک میشه بعد از این به اصطلاح فساد اداری دیده شود، اختلاس دیده شود، بدون تردید این کمک ها متوقف خواهد شد. به هیچ صورت این کمک ها با سیاست گذشته عمرانی که در افغانستان وجود داشت، کمک ها به دسترس مردم افغانستان یا دولت افغانستان قرار نمیگیره. بارها حکومت افغانستان این اداره داشت که کمک ها باید مستقیم از طریق وزارت مالیه و داخل افغانستان بیایه، اما کشورهای تمویل کننده میگفتند که این ظرفیت هنوز وجود نداره که از این کازی کمک ها نقدی که صورت میگیره دولت افغانستان به صورت درستش، چون سیستم قدرتمند اداری و اقتصادی نبود، پول مستقیم به دولت افغانستان ندادند، بلکه از طریق خودشان با شرکت های خصوصی بعض پروژه های عمرانی را که دولت اعلام میکرد برشان میداد و تمویل میکردند و 1% بسیار کمی را وارد بودجه عواید داخلی افغانستان می ساختند که اونا پروژه های داخلی از طریق وزارتخانه به صورت رسمی پیش برده می شد. اما حال تغییر کرده و راستی یک چیز دیگر باید بگویم که از همون محل کمک ها پیارتی های ولایتی، یعنی به اصطلاح گروپ های عمر بازسازی ولایتی به اصطلاح که از طرف کشورهای خارجی هر ولایت اونا گرفته بودن پی آر تی میگفتن برشان، اینا در بیشتر ولایت ها خوب کار کردن، یعنی مستقیما شما تغییرات بسیار خوبی را در عرصه بازسازی در ولایت افغانستان توسط پی آر تی ها دیده میشه، اما با وجود از هم اونا هم متهم به فساد بودن. حالا دیگه اون پروگرام ها نیست، حالا مستقیم باید دولت با دونرها تماس داشته باشه، پروزادالا و پیشنهادات خود باید تهیه بکنه، پروژه های خود به صورت اسمارت معرفی بکنه. بله، این پروژه بالاخره لاس پلاس کی گینه مستقیم له دولت سره. بله، مستقیم با دولت نظارت باید داشته باشه و این گزارش شفافیت از این باید به کشور تمویل کننده داده شود. هر اشتباه و هر
احساس نگرانی سبب به اصطلاح یا هر فسادی که احتمالش بره و هر اختلاسی که در پروژه صورت بگیره احتمال توقف این کمک‌ها و این پروژه نیمکاره بودن پروژه‌های عمرانی افغانستان در آینده پیش بینی میشه. مشخص و جواب این که هم دولت و مستقیما دولت باید پاسخ بگویه در برابر کمک‌هایی که از مالیات کشورها میگیره. دیگه بیش از این دیگه کشورها حاضر نیستند که رایگان در اختیار افغانستان پول بگذارن. شاید آرام آرام این کمک‌ها شکلش هم بیشتر از این تغییر بکنه. دیگه به صورت بلایوست شاید به ما دیگه کسی کمک نکنه. به ما شاید بگن قرضه بگیرین برای پروژه های عمرانیتان و کشورتان رو ببرین به طرف توسعه و به طرف استخراج معادن نفت و یا سر پای خودتان استفاده شوین. شما به کشور صادراتی تبدیل شوین، تولید داشته باشین و بر پروگرام های حمایتی از صنایع داخلی داشته باشیم که صنایع داخلی ما را ما حمایت کرده بتانیم در برابر واردات کالاهای وارداتی که از کشورهای خارجی میآید. اینا که سبب اشتغال زایی میشه که جز مسائلی بود که دیرو در جلسه گروه به اصطلاح 20 کشور بحران زده جلسه داشتن که فقر و بیسوادی از جمله بسیار مسائل مهمی بود. اما متاسفانه چیزی که در یک جلسات یاد نشد فرهنگ سازی مسائل به اصطلاح فرهنگ سیاسی کشورها مطرح نشد که در فرهنگ که کل این چیزها برمیگرده به نحو چگونگی فرهنگ سیاسی که کشورها در تعاملاتشان با مردم با احزاب سیاسی گروه هایی که در حال منازعه هستند با اونا در حال کشمکش هستند این برمیگرده به نحوی فرهنگ سیاسی که کشورها به او اتکا دارند و به او از روی با اتکا به او با جوانبشان با مردمشان کار میکنن. در این جلسات متاسفانه از فرهنگ سیاسی و جگونگی فرهنگای سیاسی استفاده نشد. بدره نشد. تشکر از شما. مننه تاسونا توریالای قیاسی سیاسی شلون که الماسرا پسیدیو که او خبری و اتری در لودی. ایوان را این مننه که او آغاز روز خبرونه به هم دوام لریز مال همکار بیژن آریان سره. خسته نباشید و به آخرین بخش برنامه آغاز روز خوش آمدید. در این بخش سر میزنیم به پایگاه های خبری افغانستان و همچنان مهمترین رویدادهای جهان را پیشکشتان میکنم. پایگاه هایی را که در این بخش پیشکش حضورتان میکنم آریانا نیوز، بی بی سی، رادیو آزادی و آشنا صدای آمریکا یا وی او ای است. آغازش با آریانا نیوز میکنیم. مهمترین خبرهایی که در آریانا نیوز به نشر رسیده، توافق نشست به اضافه 7 روی میکانیسم اهداف انکشافی، معاون رئیس خدایداد بازداشت شد، برای از بین بردن داعش قدرت‌های بزرگ باید به گونه مشترک کار کنند، کار پروژه کاسا 1000 در تاجیکستان آغاز می‌شود، حکومت افغانستان از جامعه جهانی خواست تا به همکاری‌های درازمدتش ادامه دهد. اما گزارشی که در این پایگاه به نشر رسیده، مهمترین گزارش برای از بین بردن داعش قدرت‌های بزرگ باید به گونه مشترک کار کنند. مارک تونر معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که هدف برنامه آموزشی و مشوره‌دهی بر نیروهای افغان تنها مبارزه با طالبان نیست، بل مقابله با گروه‌های مثل داعش است که در تلاش دریافت پناهگاه امن در افغانستانند. و ای افزوده است ما در حال کار با نیروهای امنیتی افغان به منظور بهبود قابلیت‌ها و توانایی‌های آنها به گونه کلی در جنگ هستیم. ما آنها را آموزش می‌دهیم که نه تنها با حملات طالبان مقابله کنند، بل با هر گروه دهشت‌افکن که ممکن در تلاش دریافت یک پناهگاه امن برای فعالیتش باشد مثل داعش مبارزه کنند. همزمان با این وزیر دفاع آمریکا سوریه و عراق را غده سرطانی داعش می نامد و بار دیگر بر شکست این گروه با تسریع عملیات ها و در هسته اصلی و شاخه های آن مثل افغانستان سخن می زند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا می گوید ما نیاز به شکست دادن داعش در جایی که زادگاه این غده سرطانی قرار دارد داریم. همچنان ما نیاز به شکست دادن آنها در مکانهای دیگری که دانه سرطانی گسترش یافته است مثل افغانستان
و مکانهای دیگر داریم. اشتباه نکنید، ما داعش را شکست خواهیم داد. من کاملا مطمئن هستم. با این حال رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی آمریکا میگوید تهدید داعش باید جدی گرفته شود. وی از آمریکا، روسیه و آمریکا میخواهد که مبارزه مشترک با این گروه کنند. جنرال مایکل فلین رئیس پیش سازمان اطلاعات نظامی آمریکا میگوید برای شکست دادن دشمن تبهکار که داعش است، آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا باید با یکدیگر کار کنند، معلومات را شریک سازند و اختلافات سیاسیشان را کنار بگذارند. این در حالی است که نشریه آمریکایی هوملند سکیوریتی نوشته است به نظر میرسد که رئیس جمهور آمریکا تمرکزش را از جنگ در افغانستان از دست داده و آمادگی واگذار کردن این جنگ به دولت بعدی را میگیرد. گزارش دیگری که در آریانا نیوز به نشر رسیده، پلیس کابل در یک عملیات معاون رئیس خدایداد را بازداشت کرد. فرمانده پلیس کابل میگوید سرگروه باند تبهکاری که در گذشته با رئیس خدایداد کار میکرد اخیراً مصروف سرقت و ترور در شهر کابل بودند. معاون رئیس خدایداد با یک دست سرگروه باندی را به دوش داشت که با آدم ربایی، سرقت و ترور پول به دست می آورد. او در زمان طالبان نیز عضو یک باند تبهکار بود. طالبان یک دست او را به اتهام سرقت قطع کرده بودند. در جریان عملیات اعضای این باند با تفنگچه و کلاشینکوف با پلیس درگیر می شوند که در نتیجه دو عضو این گروه زخمی می شوند. عبدالرحمن رحیمی فرمانده پلیس کابل می گوید سرگروه همی باند که ما گرفتارش کرده ایم سابق با رئیس خدایداد کار می کرد که اخیرا گروه را منسجم ساخته بود و مصروف سرقت و ترور در کابل بود. فرمانده پلیس کابل به نیروهای زیر امرش یک بار دیگر دستور می‌دهد در زمان رویارویی با چنین باندها در صورتی که به دستور پلیس توجه نکنند شلیک کنند. رئیس خدایداد که سال گذشته از سوی نیروهای امنیت ملی به اتهام سرقت، اختطاف و قتل‌ها دستگیر شده بود به اعدام محکوم شد. این حکم بر وی اجرا شد. پایگاه خبری رادیو آزادی این خبرها را به نشر رساند. نشست G7 پلاس یا G7 به علاوه با توافق روی ایجاد یک میکانیزم مشترک پایان یافت. صدها میلیون دلار پول کابل بانک هنوز هم جمع‌آوری نشده است. افغانستان هزینه برگشت دوباره مهاجران را فراهم کرده نمیتواند. اما گزارش این پایگاه، صدها میلیون دلار پول کابل بانک هنوز هم جمع‌آوری نشده است. هرچند عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور غنی گفته بود که بیش از 560 میلیون دلار پول کابل بانک را از نزد قرضداران حصول کردند، اما مدیریت تصفیه کابل بانک میگوید که آنان تا کنون توانستند 443.5 میلیون دلار پول کابل بانک را حصول کنند. محمد احسان عیانی معاون مدیریت تصفیه کابل بانک به روز پنجشنبه گفته است که قرار بود 138 میلیون دلاری که در سه ماه پیش با خلیل الله فیروزی از قرضداران اصلی کابل بانک عقد شده بود دوباره فسخ شده است. بعد از آنکه خلیل فیروزی دوباره به زندان رفت، قرارداد مبلغ 138 میلیون دلاری دوباره فسخ شد. فعلا اقساط نرمال تادیه شده می رود. افراد تحت جلب جدی ماست و هر 15 روز جلب آن را به سارنوالی میفرستیم. کابل بانک پس از آن که در سال 2001 میلادی و فعالیت آغاز کرد، یکی از بزرگترین بانک های خصوصی در افغانستان محسوب می شد. اما این بانک در سال 2010 میلادی پس از آن با سقوط مواجه شد که مدیران و سهمداران اصلیش بیش از 900 میلیون دلار آن را به طور غیرقانونی بیرون کردند. با آنکه حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان تلاش کرد تا پولهای این بانک را دوباره به دست آورد، اما به دلایل موفق به جمع‌آوری همه پولهای آن نشد. با شکلگیری حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور غنی دستور پیگیری قضیه بحران کابل بانک را صادر کرد و تاکید نمود که پولهای این بانک باید حصول شود. در همین حال مدیریت تصفیه کابل بانک میگوید 265 تن از مقروضان کابل بانک حساباتشان را کاملا تصفیه کرده و با 34 نفر قرارداد
در برابر تضمین جایداد صورت گرفته است. به گفته عیانی 423 قرضدار کابل بانک شناخته شدند که از این میان 124 تن آنان حاضر به تصفیه حسابات نشده و آنان را به لوی سارنوالی معرفی کردند. خبرهایی که در پایگاه بی بی سی به نشر رسیده، 7 پلیس در حمله خودی در قندهار کشته شدند. در ولایت بادغیس یک شاخه طالبان علیه شاخه دیگر اعلام جهاد کرد و کمک 2 میلیون دلاری ژاپن به برنامه ماینروبی افغانستان. جزئیات بیشتر این گزارش. دفتر برنامه ماینروبی سازمان ملل متحد در افغانستان از کمک 2 میلیون دلاری ژاپن در این برنامه خبر داده است. در خبرنامه‌ای که این دفتر دیروز پنجشنبه به رسانه‌ها فرستاده، گفته شده که ژاپن این کمک را در ماه فوریه در اختیار برنامه ماینروبی سازمان ملل قرار داده است. به گفته دفتر ماینروبی سازمان ملل، این کمک مالی زمینه پاک کردن 1.76 میلیون متر مربع زمین از وجود ماین و اشیای انفجاری به جا مانده از جنگ‌ها را مساعد می‌سازد و بیش از 13,000 نفر از کسانی که در شعاع 500 متری زمین‌های آلوده به ماین زندگی می‌کنند به صورت مستقیم و نزدیک به 46,000 نفر به صورت غیر مستقیم از این کمک بهره مند خواهند شد. افغانستان از کشورهایی است که هنوز هم ماین‌ها و وسایل انفجاری به جا مانده از دوران جنگ در آنجا قربانی می‌گیرد. سازمان ملل متحد در سال 2023 را به عنوان سالی که این کشور به صورت کامل از ماین و وسایل انفجاری پاک شود تعیین کرده است. دولت افغانستان و دفتر سازمان ملل متحد در این کشور از ژاپن به خاطر این کمک قدردانی کردند. یوسوناری مورینو کاردار سفارت ژاپن در کابل گفته است که کشورش کمک به افغانستان را در زمینه‌های گوناگون ادامه خواهد داد. بنابر اعلام سازمان ملل متحد در سال ژاپن در 6 سال گذشته نزدیک به 95 میلیون دلار به برنامه ماینروبی این سازمان در سراسر جهان کمک کرده است. سازمان ملل متحد که کمک های ژاپن تنها در افغانستان به پاک شدن 22,000 منطقه خطرناک، خونسا کردن بیشتر از 1 میلیون ماین ضد نفر و بیش از 18 میلیون وسایل انفجاری به جا مانده از جنگ ها منفجر شده است. این سخنی از سازمان ملل متحد بوده است. اما آخرین پایگاه این برنامه آغاز روز، پایگاه خبری صدای آمریکا یا آشنا است. مظاهرات در فاریاب به خشونت گرایید. فرمانده پلیس کنر میگوید رهبر جنگجویان داعش در کنر پنهان شده است. گزارش این پایگاه. مظاهرات در فاریاب به خشونت گرایید. ریاست جمهوری افغانستان طی اعلامیه‌ای گفته است که به اساس قانون اساسی مظاهرات باید مسالمت‌آمیز باشد. در غیر آن هر گونه مظاهرات خشونت‌آمیز مغایر قانون اساسی این کشور است. این در حالی است که مقام‌های محلی در ولایت فاریاب می‌گویند که در جریان مظاهرات بین هواداران جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، و عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ، در این ولایت درگیری صورت گرفته که منجر به کشته شدن یک فرد ملکی و جراحت 5 تن شده است. و برنامه آغاز روز هم در همین جا به پایان رسید.